پورنو اندیشان تقدیم می کند. اومدم یه 226 اومد اینجا پارک کرد. کیف دارم یه دونه بیکمیلی ها سلام، امروز یکی از کارگاه‌های وبسایت برندشان رو میخوام بهتون معرفی کنم. اسم این کارگاه از کارگاه صوتی آموزش درمان اختلال شخصیت. یعنی چی اختلال شخصیت اینجا؟ که یاد میگیریم تعریف دقیق شخصیت چیه، شیوع اختلال شخصیت از کی صورت میگیره، نشانه های کلی اختلال شخصیت مثل چی، تغییر دائمی خلق و خو، داشتن روابط پرتنش، انزوای اجتماعی، ناگهان خشمگین شدن، گمان بد داشتن به دیگران، مشکل در پیدا کردن دوست، کنترل ضعیف رفتار، سوء مصرف الکل و مواد مخدر و ملاک‌های دیگه که قراره تو این پکیج بررسی بشه. به طور جامع و کامل اختلال شخصیت بررسی میشه تو این پکیج. شما عزیزان میتونید برای تعیین پکیج به وبسایت برنو اندیشان مراجعه بفرمایید. سلام، امروز میخوام یک از پکیج وبسایت برنو اندیشان در مورد اختلال شخصیت رو بهتون معرفی کنم. حالا اختلال شخصیت چیه؟ مجموعه اختلال های روانشناختی که ویژگی‌های اصلی آنها رفتارهای خشک و غیر قابل انعطاف است. این رفتارها به اشخاص آسیب می‌رساند چون مانع سازگاری آنها با الزام‌های زندگی روزانه می‌شود و روابط آنها را با دیگران مختل می‌سازد. اختلال شخصیت. شخصیت بنگر آن دسته از ویژگی‌های فردی است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری است. این تعریف بنگر آن دسته از ویژگی‌های فردی با ثبات در زمینه فکری، رفتاری یا عاطفی است. اختلال ناهنجاری بر اساس 4 خصیصه تعریف شده است که عبارتند از پریشانی، تجربه عذاب هیجانی یا جسمانی در زندگی متداول. اختلال، کاهش توانایی فرد در انجام امور روزمره به طوری که نتواند کارهایش را به نفع مطلوب انجام دهد، به مخاطر انداختن خود و دیگران با کارهایی که انجام می‌دهند، لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیر قابل قبول باشد. خب ارتباط سازوکارهای دفاعی در اختلال شخصیت با افسردگی و اضطراب هم داریم. دفاع در موثرترین حالت خود به ویژه در رفتار مختلف اختلال شخصیت میتونه اضطراب افسردگی رو کلی از بین ببره. پس یکی از دلایل عمده افراد مبتلا به اختلالات شخصیت از تغییر ندن رفتارشون همین است که دستکشی از هر دفاع، یعنی بیشتر شدن از اضطراب افسردگی خودآگاهانه آنها. خب ملاک‌های شخص حالا آسان نیست که بیان کنیم منظورمون از معنی کلمه شخصیت چیست. آن به نظر کلمه کاملا روشن میآید، ولی بیان آن به وسیله لغات سخت است. قسمتی از دلیل آن این است که بسیاری از لغاتی که ما برای توضیح افراد به کار میبریم معانی وسیعی دارند و این معانی اغلب با هم همپوشانی دارند. تعریف شخصیت نظر گوردون آلپوت، شخصیت سازماندهی پویایی در درون فرد است و شامل آن دسته از نظام‌های روانی فیزیکی که رفتار تفکر را تعیین می‌کند میباشد. این کلمات میتوانند بیش از یک ناحیه از تجربه را پوشش دهند. استراب توضیح احساس نگرانی است. عصبانیت رفتاری رو توضیح می‌دهد که دیگران ممکن است متوجه نشوند وقتی شما این احساس رو دارید. خجالت توضیح احساس ناراحتی با دیگر مردم است، ولی همچنین ساکت بودن بیش از حد را هم شامل می‌شود. این اغلب مشکل است چون روشی را که ما با دیگر مردم ظاهر می‌شویم می‌تواند در شرایط مختلف گوناگون باشد. اگر شما فقط فردی را در محیط کار می‌شناسید، شما ممکن است کاملا رفتار متفاوتی را با آن در محیط هم داشته باشید. نشانه‌های کلی شخصیت اختلال شخصیت چی هستند؟ تغییر دائمی خلق و خو، داشتن روابط پرتنش، انزوای اجتماعی، ناگهان خشمگین شدن، گمان بد داشتن به دیگران، مشکل در پیدا کردن دوست، کنترل ضعیف رفتار، سوء مصرف الکل و مواد مخدر. حالا ملاک‌های اختلال شخصیت هم که مثلا کارکرد میان فردی، کنترل تکانه است و دیگر چیزی که توی این پکیج بررسی خواهد شد. توی این پکیج در کارگاه صوتی آموزش درمانی اختلال شخصیت تمامی جزئیات مربوط به اختلال شخصیت به صورت 0 تا 100 بررسی خواهد شد. شما عزیزان در صورت علاقه به این کارگاه میتونید به وبسایت برندشان مراجعه کنید و این کارگاه رو تهیه بفرمایید. با تشکر از توجه شما دوستان گرامی.